بسم الله الرحمن الرحیم میلاد با سعادت مولای متقیان علی علیه السلام که امشب شب ولادت اون حضرت هست خدمت همه مردم عزیز و ولایت مدار ایران و عاشقان مولا علی ابن عبی طالب و همه مسلمانان جهان و آزادی خواهان تبریک و تهنیت عرض می کنم امیر یکی از ویژگی های مهمش همون کلمه ای هست که معروف هست او جمع ازداد کرد البته اون جمع ازدادی که گفته میشه یعنی اون رحم و عطفت امیر و دستگیری از مستمندان و بیچارگان و ایتام با اون دلاوری های میدان جنگ که هیچ کس در برابر او جرأت نمی کرد. که خود فرمود هیچ وقت من پشت به دشمن و پشت به عرب نکردم و اون شخصیت شجاعی که در میدان نبرد اونچنان مبارزه می کرد وقتی در برابر یک کودک یتیم روی خاک قرار می گرفت و این کودک رو در آغوش می گرفت و حتی با او بازی می کرد خب در ذهن عادی این جمع ازداد میشه این همه اطوفت و مهربانی با اون همه شجاعت اون همه عدالت و دقت امیر در اموال مردم در بیت المال و از طرف دیگر اون آزادی که امیر به همه میداد حتی مخالفین خود اینکه در مسجد نماز بخواند و ادهی با خواندن قرآن نماز امیر رو قطع بکنند و او دو مرتبه نماز رو ادامه بده و چند مرتبه این کار تکرار بشه بدترین فحاشی ها تو صورت امیر المؤمنین. یعنی در مسجد امیر المؤمنین. او که خلیفت المسلمین بود او که امام مؤمنین بود او که امیر مؤمنان بود اون جایگاه بلند داشت و از او سوال می کردند و او پاسخ میداد، طرف می گفت قاتله الله ما افقه نعوذ بالله خدا تو رو بکشه تو چقدر دانشمندی علم امیر المؤمنین رو هم مخالفین نمیتونستن تحمل بکنن بیان امیر المؤمنین رو هم نمیتونستن تحمل بکنن اون صبر امیر المؤمنین بیست و سال صبر در روزهای سخت اون همه ظلم اون همه ستم اون همه حقها که پامال شد حتی به زهرای اطهر سلام الله علیها توهین شد آزار دید دخت پیامبر امیر المومنین به خاطر مسلحت امت و وحدت امت اسلامی و به هم نپاشیدن نظام اسلامی نوپا صبر کرد و تحمل کرد این جمع ارزش داره ببینید وقتی عبادت، وقتی عدالت، وقتی اخلاق، وقتی شهامت، شجاعت، صبر، ایستادگی، تحمل همه که کنار هم قرار میگیره زیبا میشه. اون چیزی که خداوند از ما خواسته و پیامبر را به عنوان الگوی ما قرار داده فرموده ان نکل علا خلق عظیم این همه ویژگی هم پیغمبر اسلام داشت که استاد امیر بود همه نیکی ها همه خوبی ها وقتی قرآن میخواد تجلیل کنه از پیامبرش و رسولش میگه این نکل علا خلق عظیم اون اخلاق نیکو اون ادب این اهمیت داره و امیر المومنین الگوی ما باید باشه که برای وحدت جامعه برای حفظ نظام اسلامی برای منافع مسلمین بنای منافع مردم صبر تحمل بردباری و مظلومیتی که امیر داشت که کمتر مظلومی در تاریخ هست به اندازه مظلومیت مولای متقیان علی علیه السلام حتی در دوران خلافت و حکومتش او مظلومترین فرد در دنیای اسلام بود و شاید در تاریخ یکی از مظلومترین شخصیت های تاریخ بشریت باشه امیرالمومنین باید امام ما باشه باید الگوی ما باشه باید راهنمای ما باشه خب تو همین اصطلاح عادی اگر یک کسی امام جماعت و ما پشت سرش ایستادیم وقتی او قیام میکنه ما هم همه قیام میکنیم وقتی او به سجده میره ما هم به سجده میریم وقتی او شروع میکنه ما هم شروع میکنیم باید حرکات ما سکنات ما مثل امام باشه تا بشه امام ولا اگر ما میگیم امام اعمال ما رفتار ما ویژگی های ما همش متفاوته او دیگه امام ما نیست او امام متقینه او امام مؤمنینه نه امام هر فرد همه تلاش باید این باشه که ما در مقام عمل اون مقتدای ما باشه و پشت سر او حرکت کنیم پای ما جای پای مبارک او باشه و در این حال فردا روز پدر هست که فرمود انا و علیون ابوا هازه الامه فرمود من و علی پدران این امت هستیم پدران همه ما مسلمان ها پیامبر عظیم و اسلام و مولای ما امیر و به حق فردا روز پدر هست گرچه شاید با شرایط کرونایی که ما امروز داریم ترجیح بر این باشه که رفت و آمدها جمع شدنها کنار یک پدر بزرگوار شاید رسم ادب در شرایط امروز یه مقدار از لحاظ فیزیکی فاصله گرفتن اما از لحاظ روحی و معنوی نزدیکتر شدن و احترام کردن به پدران عزیز ما مخصوصا پدرانی که در این ایام به خاطر این بیماری در بیمارستان هستند مخصوصا اون عزیزانی که جان خود رو در این یک سال از دست دادن به ویژه اونهایی که جز کادر درمان بودند پدر هم بودند و جانشون را فدای سلامت جامعه کردند ما تکریم میکنیم به همه اونها و در برابر عظمت همه پدرهای خوب جامعه تعظیم میکنیم و انشالله بتونیم ما اون احسانی که خداوند به ما امر کرده نسبت به پدر و مادر در حیاتشون و خیرات و ممرات مبرات در زمان مماتشون انشاءالله از یاد نبریم خب در این ایام به اعتقاد من ما یک مسئله بسیار مهمی پیش رو داریم که همه باید توجه کنیم و شخص من به عنوان رئیس جمهور جامعه بار بسیار سنگینی بر دوش خودم احساس میکنم اصل 113 بر دوش من سنگینی میکنه الذی انقذ زهرک یعنی واقعا میخواد استخونهای پشت رو بشکنه اصل 113 رئیس جمهور کشور رو مسئول اجرای قانون اساسی میدونه یعنی هر کجای قانون اساسی صدمه ببینه این رئیس جمهوره که باید فریاد بزنه باید از همه توانش استفاده کنه اصل 113 کاملا روشنه هیچ نیاز به تفسیر نداره از واضحات از بدیهیات بدیهیات که تفسیر نداره واضحات که تفسیر نداره کاملا روشنه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است نه ناظر نه نظارت میکنه خیلی بالاتر از نظارت اون مسئول اجرای قانون اساسی است خب چطور در جامعه ما ما ببینیم مهمترین اصل قانون اساسی نسبت به قوای سگانه یعنی اصل پنجا و هفت که استقلال سه قوه رو تصریح میکنه هیچ قوه حق نداره در امر قوه دیگر مداخله کنه هیچ قوه نمیتونه به قوه دیگه بگه تو چرا اینجوری کردی چرا اونجوری کردی چرا این روش انتخاب کردی اون روش انتخاب کردی مداخله ما نداریم قوای سگانه از هم استقلال دارن معنی استقلال رو همه توجه کنیم در پایان اصل پنجاه و هفت قانون اساسی تصریح میکنه میگه این قوا مستقل از یکدیگرن استقلال داره قوه مجریه استقلال داره هیچ قوه دیگر نمیتونه در کار قوه مجریه دخالت کنه اجرا با ماست قانون اساسی در اصل شصت تصریح میکنه جز مواردی که مسئولیت به عهده مقام معظم رهبری است اونجا را استثناء میکنه بعد میگه کل اجرا در کشور به غیر از اون استثناء به عهده رئیس جمهور و وزراست اون کسی که بار اجرا بر دوششه طبق قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا هستند استراحت قانون اساسی است خب ما نباید این قانون اساسی رو به تعطیل بکشانیم ما نباید قانون اساسی رو بگذاریم تخریب بشه این که حالا به یه فرد اهانت بکنن به نام حسن روحانی اون مهم نیست که یه فرد بهش اهانت کرد اما عنوان ریاست جمهوری غیر فرده این عنوان رو کسی حق نداره تخریب بکنه این وظیفه همه ماست عنوان رو باید حفظ مخصوصا در شرایطی که ما به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نزدیکیم و میخواییم مردم مشارکت حد اکثری داشته باشن اینجوری مشارکت حد اکثری داشته باشن که چیکار کنن که رئیس جمهور رو انتخاب کنن که اون رئیس جمهور رو از فردای انتخاب بشه تابلو و سیبل همه تیرهای زهراگین و فحاشی و تهمت و برای چی مردم این کارو بکنن مگه بیکارن پای صندوق رأی برن من میترسم یک دستی در کار باشه پشت پرده و بخوان مردم رو معیوس کنن از انتخابات به مردم بگن آه کجا میری چی کار میخواید بکنید کی میخواید انتخاب بکنید ما اراده دست ماست نه دست شما شما مردم کاری نیستید نگذاریم یه همچون فکری پشت پرده توسعه پیدا بکنه تمام اونهایی که انتخاب میشن توسط مردم و یا توسط مردم انتخاب نمیشن انتصاب میشن ولی طبق قانون انتصاب میشن دارای احترام دارای جایگاه خودشون هستند. خیلی باید ما حواسمون جمع باشه در این شرایط حساس البته ما گای تیرها رو نمی بینیم سوزشش از پشت سر حس می کنیم چون ما تو میدون جنگیم اونا پشت سرن از پشت پرتاب میکنن کنن ما تیرهایی که میاد مال دشمنه اون ما می بینیم سوزش سینه ما مال تیرهای دشمنه در میدان جنگ که به ما شلیک میکنن اما از پشت سر چه سوزش میبینیم مال تیرهایی است که از پشت جبهه داره میاد نگذاریم یه همچون کاری صورت بگیره مثل این که یادمون رفته ما در شرایط جنگ هستیم مثل اینکه یادمون رفته که تروریزم اقتصادی هنوز ادامه داره مثل اینکه یادمون رفته در این شرایط سخت کرونایی تحریم و کرونا از دو طرف برای ما مشکلات درست کرده مثل این که توصیه های رهبر رو فراموش میکنیم چند بار باید مقام معظم رهبری تاکید بکنه که احترام نگه دارید اخلاق رو مراعات بکنید ادب اسلامی رو مراعات بکنید چند بار مگر یعنی هر هفته هر روز ایشون باید این رو توصیه بکنه تو چرا گوش نمی کنیم؟ وقتی مقام معظم رهبری این نکته ای رو تاکید میکنه باید آویزه گوش ما باشه تا آخر عمر همیشه نکته ایست باید اجرا کنیم باید عمل کنیم نگذاریم مردم ما معیوس بشن اداره کشور پیچیدگی های بسیار فراوانی دارد اجرای امور کار ساده ای نیست با احساسات و هیجانات و فریاد و شعار و اینا که نمیشه کشور رو اداره کرد نمیشه در برابر دشمن مقابله کرد نمیشه برنامه ریزی کرد اونی که به اعتقاد من امروز از هر چیز مهمتره از هر چیز مهمتره وحدت و اتحاد و انسجام مخصوصا بین قواس ما باید منسجم باشیم باید متحد باشیم ما نباید رو به روی هم قرار بگیریم ما باید کنار هم باشیم ما باید دست هم دیگر رو بگیریم نباید مچگیری کنیم باید دستگیری کنیم وحدت و انسجام امروز بزرگترین وظیفه ماست و اونی که میتونه دشمن رو شکست بده قانون نیست اونی که میتونه دشمن رو شکست بده وحدته اتحاده یک پارچگیه. مردم هن که میتونن دشمنان ما رو به شکست بکشانن بلا نوشتن یه خط رو کاغذ که کاری نمیتونه انجام بده اراده مردمه اراده مردم رو ضعیف نکنیم نگذاریم مردم نسبت به آینده که باید خوشبین باشند برای ماهای آینده برای هفته های آینده برای سال آینده نگذاریم مردم مردم رو معیوز کنیم مردم ذهنشون مخشوش بشه مگه حق داریم ما با تریبونی که در اختیار ماست و میکروفونی که در اختیار ماست با اصاب مردم بازی کنیم مگه اصاب مردم مال ماست که باشون بازی کنیم نمیشه این کار رو کرد این قانون اساسی میگه این اسلام میگه این اخلاق میگه این مولای ما امیر میگه این پیامبر بزرگ اسلام میگه همه باید مراعات کنیم تو این شرایط بسیار سخت و پیچیده ای که ما داریم حالا یکی از مسائل بسیار مهم ما سلحامیز بودن فعالیت هستی ماست همه بدونن اگر کاری کردیم سلحامیز بودن رف زیر سوال یعنی خطا کردیم یعنی اشتباه کردیم یعنی راهی رو پیمودیم که دشمن میخواد اصلا تمام دعواهایی که علیه ما طراحی کردن تو این ده پونزه سال اخیر مبناش چی بود؟ به دروغ به ما تهمت زدن که ما فعالیت غیر سلحامیز انجام بدیم دعوا سر هم یک کلمه بود دیگه یعنی با این تهمت با این توته ما رو به شورای امنیت بردند قطنامه علیه ما صادر کردند به اتفاق آرا علیه ما قطنامه صادر کردند قطنامه 1929 صادر کردند ما رو تا مرز جنگ پیش بردند برای هم یه تیش یک کلمه است فعالیت ایران صلحا است یا غیر صلحا میز لاقل بهانه اینه حالا پشت پرده ممکنه اهداف دیگری هم داشته باشه بهانه اینه که صلحآمیز فعالیت ایران یا نه ما وظیفه شرعی ما وظیفه اخلاقی ما فتوای رهبر ما انپیتی که بهش پیوستیم همه و همه به ما میگه فعالیت باید صلحآمیز باشه این سیاست دفاعی ما هست این دستور رهبری ما هست این اخلاق اسلامی ما هست خب ما که سلحامیز میخوایم عمل کنیم چرا علامت غیر سلحامیز به بدخواهان بدیم این چه کاری آخه چه خاصیتی به حال ما داره علامت ما هم باید سلحامیز باشه عمل ما هم باید کمک کنه به سلحامیز بودن حالا ما میگیم فعالیت ما سلحامیزه دشمنان ما هم همیشه گفتن نه حالا یا سلحامیز نیست یا مشکوک. خب با گفتن ما مردم ما قبول میکنن دوستان ما در دنیا قبول میکنن اما دشمنان ما نمیپذیرند یه مردمم نمیدونن که ما درست میگیم یا بدخواهان ما درست میگن اینجا نقش نهادهای سازمانهای بین المللی بسیار تأثیر گذاره یعنی یا آژانسی که درست شده برای این کار که فعالیت این کشور صلح‌آمیز یا نیست من نمیخوام بگم اون نهاد اشتباه نمیکنه تقصیر نداره همه کاراش درسته من اینو بحث نمیکنم میگم وقتی اون نهاد گفت که این کشور کار صلح‌آمیزه حربه از دست دشمن گرفته شده یا حربهش کند شده دیگه بعد خانمون نمیتونن حرف بزنن ما در برجام چیکار کار کردیم؟ در برجام که حالا من راجع به آثار برجام من نمیخوام صحبت کنم یکی از آثار مهم برجام این بود که این حربه رو از دست دشمن گرفتیم دشمن همه بهانش پی ام دی بود یه پرونده ای درست کرده بود میگو بعضی از فعالیت ایران مشکوکه خب ما پی ام دی رو, ام دی رو بستیم تمام شد بزرگترین ضربه بر پیکره تبلیغات و سیاستهای دروغ بدخواهان ما این بود که پرونده پی ام دی بسته شد این یکی از کارهای بزرگ برجام بود حالا معمولا کارهای برجام گفتنش یکم سخت شده الان شاید مثلا یک کسی از برجام تعریف کنه میگن ای این برجامیه اون نمیدونم فرجامیه اون چی چیه این چیه نه ما کاری که انجام دادیم به نفع مساله مردم باید برای مردم بگیم برای مردم باید توضیح بدیم ما حالا امروز میگم ما محکم در برجام هستیم همه دنیا بدونن ممکنه تعهدات ما رو کاهش داده باشیم به دلایلی که طرف مقابل ما به تعهدات عمل نمی ولی اصل برجام رو ما بهش متعهدیم کاملا قبول داریم و با همه قدرت از برجام حفاظت میکنیم و اتفاقا ما بودیم که برجام حفظ کردیم اگر ما صبر نمی کردیم اگر ما تحمل نمی کردیم در این سه سال جنگ اقتصادی برجامی باقی نمی موند. برجام دنیا باید بدونه برجام امروز زنده است به خاطر صبر ملت ایران نه چیز دیگر بلکه که و آمریکا که رفته بود بیرون پشت پا زده بود به تعهداتش اروپا هم که از ترس رفته بود کنج خونه بقیه هم کار زیادی برای ما نمی کردن. خب طبیعی بود اگه ما میخواستیم خارج چیم خب میتونستیم خارج چیم چون برای اینکه طرف مقابل ما به تعهدش عمل نکرده بود اما در این حال ما برجام رو حفظ کردیم حالا این یه بحث است. ولی اینجا این نکته رو میخوام بگم رابطه ایران با آژانس برای به کرسی نشاندن حرفمون در دنیا در افکار عمومی برای اینکه از صندلی اتهامی که دشمن میخواد بیایم پایین و روی صندلی مدعی بنشینیم راهش همکاری با آژانس راه دیگه نداره یعنی شما اگر رابطه با آژانس رو تخریب کردی راهی باقی نمیمونه مسیری دیگه باقی نمیمونه من به شما بگم این آژانس اگر در برابر ترامپ ایستادگی نکرده بود اونا که پا شدن از نیویورک رفتن وین که اینا رو قانع کنن برای اینکه اینا یک کلمه بگن ایران به تعهداتش کامل عمل نمیکنه موفق نشدن مدیر کل وقت آژانس رو بردن نیویورک تهدید و تطمی موفق نشدن آژانس ایستاد گفت نه ایران به تعهداتش عمل میکنه 15 بار همین رو تایید کرد گفت ایران به تمام تعهداتش عمل دست اینا رو بست یکی از جاهایی که ترامپ شکست خورد این بود که میخواست از طریق آژانس استفاده کنه یه سال آخر ترام معطل شد تا از برجام خارج چه این یه سال دلایل مختلف داشت حالا این دلایلش رو الان نمیخوام توضیح بدم یکیش هم این بود به حال یعنی میخواست از یه طرق خیلی راحتتر این کار رو انجام بده ولی بعد بل. آژانس ایستاد تو همین ماهای اخیر سه کشور اروپایی که پشت سرش آمریکا هم بود بعضی دیگر هم بودن بیدلیر سر یک بهانه میخواستن ما رو محکوم کنن که ایران همکاری نمیکنه خب کاری که ما انجام دادیم در داخل کشور آژانس اعلام کرد نه من با ایران دارم همکاری میکنم از توته اونا خونسا شد سه کشور هم که میخواستن علیه ما یه لاعقل یه ای به دست بیاره چون سه کشور خیلی بدهکار ما هستن این سه کشور سه سال ما سب کردیم اونها هیچ کار نتونستن بکنن ما اصلا یه چیزی پیدا کنم بگن خب حالا شما هم تخلف کردید اگر ما عمل نکردیم این موفق نشدن یه هر ازشون گرفته شد پس روابط با آژانس بسیار اهمیت داره روابط با سازمان ملل برای ما اهمیت داره اینا مسائل سیاسی مهمه اینا باید یه کسی فکر کنه مطالعه کرده باشه سیاست بلد باشه قانون بلد باشه اینجوری نیست که آدم همجوری حرف بزنه خب ما در یک مقطعی رسیدیم که این مقطع خیلی مقطع سختی بود یه قانونی وضع شده بود حالا راجب به اون قانون ما حرفامون سر وقتش گفتیم ولی حالا وقتی یک کاری مجلس انجام داد در نهایت شد قانون من. کشور خب ما دیگه طبق قانون اساسی باید اجرا کنیم و اجرام کردیم ما بلافاصله وقتی قانون شد آینامه اجرایی نوشتیم و اجرا کردیم خب از این طرف میخوایم قانون اجرا کنیم از این طرف یه قانونی هست که اگر درست حساب شده اجرا نشه همه این ساختمان تخریب میکنه ظاهرش اینه که ما آمدیم پایه این ساختمان محکم کنیم ولی اگه درست اجرا نشه این بلدزری که انداختن که یه تکی رو خراب بکنه اگه یکم یک موازنه باشه همه ساختمانی میبره خیلی مراقبت میخواست که ما به قانون عمل کنیم اما روابطمون رو با آژانس حفظ کنیم و از این مهمتر به دنیا بگیم ما حرکت سلحامیز داریم انجام میدیم چون ممکن بود ما فردا بگیم آژانس بره بیرون خیلی خواه آجانس بره بیرون و چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که ما فعالیت ما غیر سلحامیزه اینجوری قضاوت میشه ما که هیچ وقت نمیخوایم غیر سلحامیز عمل کنیم ولی قضاوت دنیا این میشه پس خیلی مهم بود اینجا کار بسیار بزرگی دولت جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه این دولت دولت تدبیره و دولت امیده همه جا باید تدبیر خودش رو ثابت کنه و اینجا به خوبی تدبیر خودش رو ثابت کرد هم قانون رو اجرا کرد ذره ای از قانون کوتاه نیامد یعنی این قانون اگر صد درصد ما 99 و نوه درصد اجرا نکردیم صد درصد به قانون عمل کردیم و اجرا کردیم اما هنرمندانه هوشمندانه به گونه ای عمل کردیم که آجانس هم گفت نه ایران نمیخواد که با من همکاری نکنه ایران نمیخواد فعالیت غیر سلحامیز انجام بده حالا بله قانونه اونا هم گفتم بله قانونه خب دولت ناچار این قانون رو اجرا بکن به نظر من یکی از روزهای بسیار خوب برای دولت تدبیر و امید بود همین هفته یک شنبهش دو سه شنبهش از روزهای موندنی تاریخ جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید بود قانون رو ما اجرا کردیم به احسن وجه به احسن وجه و جادل هم بلتی احسن اینه ما اجرا کردیم جادل هم بلتی احسن رو اجرا کردیم به خوبی و با دقت خب قانون اجرا شد آرامش هم در دنیا برقرار شد مگه ما, ما بخواییم دنیا رو همش بشورانیم علیه خودمون هم الان دنیا آرام آرامش داره حالا نقد میکنن از ما ولی انتقادشون خیلی نمیتونه تند و تیز باشه هم, هم, ما قانون رو اجرا کردیم و عمل کردیم کار بسیار بزرگی بود انجام گرفت و اگر کسی بخواد این توافق بین دولت ایران و آژانس بین المللی رو مخدوش بکنه این دیگه بازی در زمین دشمنه بازی در زمین خودی نیست و معلومه که اهداف دیگران اونجا اجرا میشه و عمل میشه من در اینجا یک سخنی هم با طرفهای برجام دارم ما ملتی هستیم ما دولتی هستیم ما نظامی هستیم یا چیزی رو قبول نمی کنیم. یا اگر قبول کردیم به عهدمون پایبند میمانیم این دین ما به ما گفته این اخلاق به ما گفته این فرهنگ ایرانی هم به ما گفته فرهنگ اسلام فرهنگ ایران ما همیشه سختگیری کردیم البته ولی اگر دیدیم به یه توافقی به هر دلیلی راضی شدیم امضا کردیم پاشیست دادیم این کار پیغمبر. قرآن همه جای قرآن نوره همه جای قرآن زیاه همه جای قرآن فرغانه همه جای قرآن رحمت هدایته اما من خواهش میکنم مردم ما به ده پونزه تا آیه در سوره انفال توجه کنند. از آیه پنجه و سه تا آیه شست و ده تا آیه است یه صفحه قرآن واقعا معجزه عظیمی است قرآن همه چیز تو این یه صفحه است اخلاق سیاست خارجی سیاست داخلی سیاست دفاعی امنیتی همه چی معاهدات همه چی رو خداوند تو این یک صفحه گنجونده که اگر یک کسی بخواد ده جلد کتابم بنویسه و اینه به گنجونه قادر نیست ولی خب این کلام خداست خداوند این کار رو کرده از اون جایی که تو این سوره شروع میکنه ذالکه به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم از این آیه شما بگیرید بیایید تا اون پایانی که میگه و این جنحو لسلم فجنه لها و توکل علی الله میاد تا میگه و این یکم من کم اشرون سابرون این آیات یه صفحه است شما ببینید چه کرده قرآن هرچی میخوایید میخواهید اینجا هست اینکه با آمریکا چه جور باید رفتار کنیم همین جا هست اینکه با اروپا باید چیکار کنیم همین جا هست اینکه با, با ارجان باید چیکار کنیم همش اینجا هست تو این یه صفحه قرآن هست بخونیم و دقت کنیم قرآن در همین آیات به پیغمبر اسلام میگه الذین آهد تم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره به پیغمبر میگه تو با این کفار رفتی عهد بستی پیمان بستی نه یک بار نه با دو بار بارها هر وقتم پیمان بستی تو پای پیمانت ایستادی اونا شکوندن ينقضون فی کل مره اونا بودن این پیمان رو شکوندن در هر دفعه حالا اگر بعضی از این انقلابی های دو آتشه افراتی زمان پیغمبر بودن که چیز دیگه به پیغمبر بودن با تو دیروز رفتی با اینا عد بسی اینا عد شکوندن دو مرتبه فردا میره عد میبندی بار سوم میره عد میبندی بار چهارم نعوذ بالله نعوذ بالله میگفتن پیغمبر ساده ای میره با اینا عد میبنده نه اینا یک فلسفه ای داره اسلام دین صلحه، اسلام دین پیمانه اسلام دین نگاه داشتن و مصر بودن بر عهد و پیمان خودش هست بله دشمن ممکنه به عهدش بشه وقتی عهد شکست خب ما میتونیم بشکنیم میشکنیم به حال در مسئله برجام خطاب من به طرفهای های برجامه ما برجام رو امضا کردیم و پای این برجام به خوبی عمل کردیم و پای امضامون ایستادیم اما خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید هیچ وقت شماها صد درصد به عهد و پیمانتون عمل نکردید حالا آمریکا که هیچی بقیه هم همینطور هیچ کشوری جز ایران ما هفت تا کشور بودیم جز ایران هیچ کس به عهد و پیمان صد درصد عمل نکرد خب ما طبق مسالهمون پای برجام ایستادیم موندیم عمل کردیم خب دو تا کشور بودن نسبتا با ما کار کردن نسبتا تلاش کردن که عمل بکنن چین و روسیه سه تا کشور بودن بسیار سوس عمل کردن کشورهای اروپایی و در بسیاری از مقاطع بیعمل بودند آمریکام که هیچی آمریکام که تروریست اقتصادی خارج شد از این معاهده و این همه جنایت کرد در طول این سه سال ما امروز امروز دنیا اگر اسم برجام کسی میبره مدیون ایرانه مدیون ملت ایرانه ما این ساختمان رو حفظ کردیم اینکه شما الان میگید صندلی ما هم بذارید سر جاش ما میخوایم برگردیم این صندلی رو ما حفظ کردیم اگر اجازه بدیم شما برگردید این ساختمان رو ما حفظ کردیم اگر ما نبودیم چیزی نبود که شما امروز بگید ما حاضریم برگردیم برجام همچنان امروز هم ما مستحکم میخواییم برجام باقی بمونه اما خب خیلی روشنه امروز در شرایطی هستیم که بقای برجام حیات برجام نشاط برجام بر مبنای این هست که آمریکا دست از تروریزم اقتصادی برداره همین ما چیز بالایی نمیگیم ما از شرط نمیگیم ما توقع بالایی نداریم آمریکا میبایس پای این عهد و این پیمان بود و عمل میکرد حالا اونا خارج شدن اون دولت قبلی دیگه حالا آدم های خ... مخصوص خودشون بودن رفتم حالا این دولت که آمده که میدونه که این دولت قبلی اشتباه کرده مقامات عالی رتبه دولت آقای بایدن حداقل سه تا چهار بار به سراحت اعلام کردن که فشار حد اکثری نسبت به ایران شکست خورده است خودتون اعلام کردید دیگه حالا اینکه ما که نگفتیم ما که میدونیم شکست خورده است شما خودتون هم فهمیدید اعلام کردید شکست خورده است خیلی این از این حرفای تو این دولت جدید یه حرف خوب همین بود که گفتن این فشار حد اکثری نسبت به ایران جواب نداده و شکست خورده و کارایی هم که ترام کرده همه کارای بی ربط بود یعنی آخرین کار بی ربطش هم نامه ای بود داده بود به شورای امنیت این دولت را پس گرفت این هم که داره اعلام میکنه که کارای ترام کارای غیر عاقلانه غیر منطقی خلاف قانون بوده این هم حرف خوب حالا اینا همه حرف خوب اقدامات اولیه اما اونی که مهمه شما میخواهید به مسیر فعالیت های تروریستی اقتصادی ادامه بدید یا نه همه حرف اینجاست شما قبول دارید ترامپ تروریست بوده یا قبول ندارید شما قبول دارید نسبت به ملت ایران جنایت شده یا قبول ندارید شما قبول دارید که سه سال جنایت شد نسبت به ملت ایران من گفتم به یکی از مسئولین مهم اروپایی گفتم در این سه سال دویست میلیارد دلار به ما ضرر مستقیم زدید و صدها میلیارد دلار ضرر غیر مستقیم خوبی جنایت بزرگ صورت گرفته حالا اینکه این جنایت چجور باید جبران میشه شما چه باید چجور جبران کنید اون حالا بعدا قدم های بعدی قدم اول توقف جنایته یه آدم نمیتونه جنایتی ادامه بده بعد بگه من میخوام کار خوب بکنم ادامه جنایت نمیشه با ادعای اینکه که من میخوام کار خوب بکنم جنایت باید متوقف بشه شما هنوز حساب بانک های ما رو آزاد نکردید شما که از روز اول آمدید در کاخ سفید اعلام کردید ما در مسئله کرونا میخواییم به همه کمک کنیم شما عمل کردید در مسئله کرونا به ایران کمک کردید ما پنج میلیارد دلاری که از صندوق بین المللی وام خواسته بودیم برای کرونا و شما مانع شدید یعنی دولت قبل شما مانع شد شما این مانع رو برداشتید همین حرفی که خودتون میزنید عمل کنید همین که میگید فشار حد اکثری جواب نداده در مقام عمل این کار رو انجام بدید نه در زبان این که میگه در کرونا ما حاضریم با دنیا کمک کنیم بیاید در عمل کمک کنید واقعا ما حرف زیادی نداریم ما توقع زیادی نداریم ما نکته فوق العاده ای نمیگیم ما میگیم آدم جنایتکار آدمی که داره ضربه میزنه این تیر رو مرتب داره رها میکنه به قلب مردم این کمانش رو بذاره کنار تیراندازی نکنه توقف تیراندازی که توقع زیادی است دولت جدید آمریکا عملیات تروریستی اقتصادی رو متوقف کنه فورا این وقتی این کار رو کرد به من راه باز میشه این کلید راهه راه باز میشه در اتاقم باز میشه صندلی هم سر جاش میاد با هم, هم میشینیم حرف هم میزنیم صحبتم میکنیم مشکل ما نداریم اینا همه منتها ما در برجام حرف میزنیم بر برجام حاضر نیستیم حرف بزنیم شما اگه میخواید راجع به برجام دو تا ماده اضافه کنید دو تا ماده کم کنید نه خیر این خبرها نیست علی شرط همه اینا اینه که شما آغاز کنید و کار رو شروع بکنید من در اینجا نکته آخرم اینه که خداوند بزرگ در این سه سال علا رغم همه مشکلات توفیق بزرگی به ملت ایران داد برای صبر و بردباری و تحمل رنج و توفیقم به این خادمان کوچک داد برای اینکه ما هم بتونیم حتی امکان تا جایی که ممکنه رنج مردم رو کاهش بدیم اما شما امروز نگاه کنید همین آمار و ارقام رو ببینید چه وضعی ما ما در طول این یازده ماه سی و دو میلیارد دلار برای واردات کالاهای ضروری کشور بانک مرکزی ما پول پرداخت کرده تو همه این شرایط سختی که ما داشتیم تو همین شرایط سخت نهونی میلیارد دلار بانک مرکزی ما برای کالاهای اساسی و دارو پول پرداخت کرده این معنیش اینه که اون فشار حد اکسری شکست خورده معنیش اینه که اون تروریسم اقتصادی بی تأثیره معنیش اینه که اون راه رو شما اشتباه انتخاب کردین و شما هر هفته میبینید ما افتتاهایی که انجام میدیم فردا هم در روز میلاد مولای ما امیر المومنین خواهید دید که یک بزرگ راه عظیم و بزرگ رو ما افتتاح خواهیم کرد بزرگ راهی که الحمدلله در این دولت آغاز شده در این دولت هم داره افتتاح میشه سال 94 شروع شده و آغاز شده و سال 99 داره افتتاح میشه 158 کیلومتر راه که مسیر ماشین هایی که از قرب کشور دارن میان به سمت جنوب کشور حداقل دو ساعت راهشون رو کوتاه میکنه و یک خدمت بزرگ به استان غزوین، استان الورز، استان تهران، استان قم، استان سمنان که این جاده در واقع از آب یک میاد تو یک مسیر بزرگ را، مسیر آزادراهی عظیم میاد تا به ورامین متصل میشه. خب این کار کار بزرگ و عظیمی که این جور کارا معمولا سه چهار تا دولت طول کشید، تا به یه جایی برسه الحمدلله 94 شروع شد اینا هم همکاری دولت همکاری سپاه همه دست به دست هم دادیم با قرارگاه و الحمدلله این طرح فردا افتتاح میشه که طرح بسیار مهمی برای زندگی مخصوصا تا این شرایط کرونایی که این همه وقت و انرژی باید تلف بشه در واقع یک مسیری هست هم برای تهران هم برای کرج که کنارگذر برای این شهرهای بزرگم در واقع هست که این شهرها تنفس میکنه و این همه ماشین وارد این شهرها نمیشه و آخرین نکتم که میخواستم زودتر این رو بگم به مناسبت بحثم دیر بهش رسیدم مردم عزیز و بزرگوار ما در سی سخت و دنا و سمیروم هست که این روزها با یک مشکل بزرگ زلزله مواجه شدند خونه ها رو از دست دادن هوا سرد هست مشکلات برای مردم هست مردم بسیار خوب مردم بسیار صبور من از همون آغاز وزیر محترم راه رو به عنوان نماینده خودم اعزام کردم رئیس سازمان مدیریت بحران اعزام شد استاندار از لحظات اول پای کار بود همه مسئولین همه بخش ها رفتن پای کار و خب کمک کردن به مردم در این آسیب بزرگ ولی خب هوا سرد مردم هم در رنجن و خب ما در دولت بلافاصله تصفیب کردیم 185 میلیارد تومان اعتبار برای کمک های بلاعوض اختصاص دادیم 307 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرض الحسنه با آسیب دیدگان اختصاص دادیم تلاش های بسیار خوبی شده طبیعی است که مردم هنوزم تو این سرمایه هوا تو این شرایط در رنج و فشار باشند من در دولتم گفتم بازم تاکید میکنم به وزارت را به بنیاد مسکن به همه عزیزان باید همه توانمون به کار ببریم که تا پایان تیر ماه سال آینده مردم به خونه های خودشون برگردن حالا چه مرمت میخواد چه بازسازی میخواد میدونم زمان کوتاه و این کار سخته ولی این کار باید انجام بگیره و من به مردم عزیز و بزرگوار سی سخت همچنین دنا سمیروم و روستاها عرض میکنم که همه ملت ایران در غم و رنج شما شریک هستند و انشاءالله امیدواریم در اسرع وقت مردم بتونند در خونه های خودشون و زندگی عادی خودشون استقرار پیدا کنند انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته